در ادامه تلاش های حکومت چین برای حذف نمادهای اسلامی اخیرا گزارش هایی مبنی بر تخریب ساختمان های ساخته شده با معماری اسلامی در پکن و ایالت جیلین در شمال شرق این کشور منتشر شده است به گزارش شیویوز به نقل از بیتر وینتر این وبسایت در گزارشی به اقدامات چین در تخریب بناهای متعلق به مسلمانان در شمال شرقی این کشور پرداخته است. از جمله این اقدامات می توان به تخریب دو تاق به سبک عربی با گنبد و نمادهای ستاره و هلال در خیابان نانگنگ در پکن اشاره کرد. در عواسط دسامبر آزرما دولت این دو بنا را ویران و ادعا کرد که این کار به عنوان بخشی از عملیات بازسازی خیابان انجام شده است. خانهای اسلامی همچنان در سراسر سر چین در حال تخریب هستند. در عواست ماه نوامبر مقامات محلی مناره های مسجدی را در منطقه چوانینگ شهر جیلین تخریب کردند. به گفته یک مسلمان مقیم این منطقه مقامات اداره کار و دفتر امور دینی حزب کمونیست این شهر از ماه اکتبر دستور تخریب مناره ها را صادر کردند. این مقامات ادعا کردند که سازه‌ها بیش از حد ارتفاع دارند و ناسازگار با های اطراف هستند. به همین دلیل روی تصویر کلی شهر تاثیر منفی میگذارند. این مقامات تهدید کردند که در صورت تخریب نکردن ها فرد مسئول مسجد را برکنار و زندانی می‌کنند. حذف نمادهای مسلمانان بخشی از طرح حزب کمونیست چین برای چینی کردن اسلام است.